چطوری؟ خوب. چرا یواش صحبت میکنی؟ مگر از زود میخوابم؟ زود خوابوندم شروع این آگهیه کار کنم دیگه. بیخیال نشدی پس؟ نه. حالا بخون ببینم چی نوشتی؟ نوشتم آگهی استخدام شوهر پارتایم، سه روز در هفته نیازمندیم، با جرین شرایط رزومه خود رو به این ایمیل بفرستیم. خب بقیهش؟ آقای فرهنگ. بله. مجرد هستین؟ بله. آقای سیاوش، خوبین؟ خوشبختم. شما چطوری؟ من خوبم. آقای سیاوش، بچه دارین؟ بچه نه. صبح کار با بچه ها. آره، بچه های خواهرم و من سرگرمشون میکنم. میبرمشون سینما، میبرمشون پارک، کلی هم لذت میبرن. من دوتا بچه دارم. متأهلم، 37 سالم. تو اگر قید شده بود که مجرد. آره قید شده بود، ولی خب من خیلی بهش توجه نکردم، چون میدونی توانایی و قابلیتایی دارم که فکر میکنم بتونم کمک کنم. سابقه نه، ولی من نگران نیستم، به خاطر اینکه معمولا همه چیز خیلی خوب یاد میگیرم. اشتیاقم هم همیشه زیاده، مشکل نخواهد بود. مطمئنم. خودم یعنی آره دیگه، چون درس میدم همه بچه های کلاس هم مثل بچه های خودم میمونن. فیلم مورد علاقتون چیه؟ فیلم مورد علاقه؟ فیلم های خیلی زیادی میاد تو ذهنم، ولی خب دامن دامر. لالالند مثلا دیدی؟ نمیدونم اون قسمت اولش، یکی از صحنه های مورد علاقه من اون قسمتی که به دختر جوری میکنه رقصیدن وسط هایوی، بعد پسر رو جوین میشن و اینا. اون دیدین دیگه؟ آره. توضیح بده. آره اون صحنه خیلی جذابه دیگه، چون من موسیقی جاز خیلی دوست دارم، از بچگی ساکس می‌زدم و تو این زمینه میتونم کمک کنم به بچه‌ها رو به موسیقی علاقه من کنم، چون دیدم توی اون قسمت وظایف نوشته بودیم. خوبه. بریکینگ بد. سوال خوبی پرسیدی، خوش آمد. نمیدونم آیز واید شد دیدی؟ نه بفهم. کوبریک کسی نمی‌کنیم، باید با هم نگاه کنیم. کوبریک تو آیز واید شات یه صحنه داره که نیکول کیدمن خوابیده، تام کروز میاد تو رخت خواب، میاد و آغوش میکشن هم دیگر و هم دیگه جدا جدا تو بغل هم گریه میکنن، ولی اول این یکی از خیانتش میگه و اون یکی از خیانتش میگه تو قایقی که کروزی که با هم رفته بودن. خیلی صحنه احساسی اروتیکیه. 127 ساعت دیدیم؟ نه. قسمتی داره دستشو میبره، خیلی شجاعانه است. انگیزتون برای انتخاب این شغل چیه؟ الان بیکارم. خب این کار یه هیجانی داره که من دوست دارم. مهمه؟ مهمه که دارم میپرسم دیگه. یه تجربه متفاوته، چون من راستش یه مقدار خجالت میکشم، یه مقدار توی تشکیل خانواده خجالتی هم. ببینید من خب دوست دخترای زیادی داشتم. بگو نمیاد. بله؟ دختر کوچیکتون مهد و کودک میره؟ آره. از تو تا سعی میشم میدونین چیه؟ چطور؟ اگه اشکال نره من فقط سوال بپرسم. ماشین زرشیتون رو میدونین چه روزی چه ساعتی در روز روشنش میکنی؟ نه معمولا خانمم انجام میده. پس واسه چی اومدین اینجا؟ تجربه جدیدیه، دوست داشتم امتحانش بکنم. بعدم توی رزومه‌ای که خواسته بودید نوشته بودم که خیلی آواز خوندن و موسیقی رو دوست دارم. شما هم البته خب قید کرده بودید کسایی که موسیقی رو دوست دارن بیان. حالا اگه بخواید میتونم اینجا یه ذره بالاخره آواز بخونم براتون. من برای همه آواز میخونم، برای خانومم، برای دوستام تو ماشین، برای اونور. پس کلاً توی خونه کارتون اینه، آواز خوندنه. خب سرگرم میکنم. نه کارهای دیگه، بقیه کارها رو همسرتون داره انجام میده در حقیقت. خب بالاخره باید انرژی هم داشته باشه دیگه، اون انرژی رو من تامین میکنم. تا
جالبه. تا میخوایید براتون بخونم اینجا؟ بفهمید. بله. تفنگ چخماخی چنار بلبل، تفنگ چخماخی چنار بلبل، تو چرا دیر آمدی تیم هستی بلبل، من اگر دیر آمدم تقصیر نداشتم. اینجا نوشتین گواهینامه همگوش پیشرفته داریم، منظورتون چیه؟ سکس تراپی؟ نه ببینیزم، سکس تراپی یه چیزن، من کارم انواع پوزیشن ها، انواع تویزا که همون اسباب بازی، اگه میدونی چی میگم، این حرفمه. شاید بعضی ندونن این حرفه است، ولی این کارمه، وظیفه‌م اینه که بهشون نشون بدم. من مهندس ساختمان هستم. 10 سال در زمینه مدیریت پروژه کار کردم. و هر پروژه رو بذارین جلو من، در اون تایملاینی که مشخص شده براتون میبرم جلو. و مثل همین مدیریت کار خونه، من یه معلم، یه محقق، یک آموزنده، یه فیلسوفم و همچنین در مسائل عاطفی که گفتین همه رو در توضیح دادین. مطمئن باشین که من سعی و تلاش خودم رو میکنم که کاملا راضی باشین. خب سوالی دارین درباره‌ام؟ سوال که بله، ممنون. من یه سوال فقط داشتم، اینه که والا این همه کارهایی که گذاشتین، یعنی این همه مسئولیت و اینا در یک روز، فکر میکنم منطقی نیست با تجربه‌ای که من دارم. چون که ببینید، در یه روز باید شام و نهار و صبحونه درست کن، بچه ها رو ببر مدرسه، خرید، مسائل مالی، ادارجات مختلف، برنامه‌ریزی برای سفرهای آخر هفته، گل و آب بده، جلوی خونه رو بشور، این کار رو بکن، اون کار رو بکن، بعد 2 ساعت هم باید بچه ها رو ببرم پارک. خب واقعا در روز مگه چند ساعت داریم؟ عجب. بچه ها خودش کار میکنم. جالب اپایم کردیم برای اینجا. نه آخه من فقط دارم میگم که به نظر من بررسی بشه، فقط برای من نه، برای هر کسی. به نظر من این با یه خورده منطقی نیست. بعد دیگه میدونیم آخرش دیگه به کار عاطفی نمیتونه بدم درست هایی برسه. جدی شاید شما نمیتونیم. مرسی. همین چی دیگه میخواییم بگیم بفرمایید. نه فقط میخواستم بپرسم کی تماس میگیریم؟ بهتون زنگ میزنم دیگه، اگه چند نفر دیگه هستن که باید اینترویوشون بکنم. باشه، خیلی ممنون، مرسی. پس منتظر تماستون هستم. مرسی. قربونت. خوشحال. خدا باشه. فردا چند نفر گفتی؟ فردا یه 8 نفر دیگه دارم. وای آرتین چه کاری بود آخه؟ بدم خب پریسا تو رو خدا بحث علی رو نری بحث از رو بگیر. خلاصه دارم اون 2 نفر دیگه هم که برای شوری معرفی کرده بود 6 ماه طول کشید باشون با هم بزنم. هنوزم که هنوزه دارم به من زنگ میزنن. اصلا خلاصه دارم از این آدمایی که تو معرفی میکنی. شاید با اینجا به یه جایی برسم. پول میگیرن کارشون رو انجام میدن، خودش هم نمیدن هر ری. بهمی راحتی. آره دیگه داره طرف پول میگیره. اگر نه که اخراج میشه. بچه ها بیاین بریم شام. بیاین. عزیزان بیاین عزیزم. هدف من سرشم باید بدبختی کنم. خب چه شده گرس؟ کسی برمیشون خوب بود؟ ببین یکیشون آمده بوده میگه من چی؟ گواهینامه هماغوشی پیشرفته دارم. میگم منظور چه؟ سکس تراپیه؟ میگه نه منظورم سکس پوزیشنه و میخوای ببرم تو جلسه خصوصی. و گفتم بفرمایید کجا میدن؟ ما هم بریم بگیریم یه ذره تلقی کنیم از دقیقه. سلام. سلام. شما؟ شروین هستم. برای؟ برای مصاحبه اومدم. من اگه میدونستم شما خانم هستین؟ آها اسمم اشتباه کردین. آخه این آگهی فقط برای آقایونه. یه میدونم. حالا بخواییم تا اینجا اومدم یه چایی بخوریم. بفهم. مرسی. چه گلای قشنگی، چه خونه قشنگی داری. مرسی. خب
من هنوز متوجه نمیشم شما چرا اینجایی. توی آگهی من دنبالش شوهر پارتان میگشتم. من بابت آگهیتون اومدم. من معلم رقصم. ساعت کاریم دست خودمه. بابت کاری که دارم خیلی با موزیک، با احساسات، با بدن آدم ها آشنایی دارم. پارتنر قبلیم یک سال پیش رابطمون تموم شد. من بابت اون الان اینجا. پارتنر قبلیتون خانم بودن؟ بله. بخاطر همینه اینجا؟ بله. نمیدونم چی بگم. الان اون آگهی که داده بودی بقیه آدمایی که اومده بودن، خب چیزی بود که از تو بخوام بدونم. میخواستن تو رو بشناسن. بیشتر برای مصاحبه بود دیگه زیاد. میدونم لابد اومدن از مفخرشون برات گفتن و از هیکلاشون و از توانایی‌هاشون. من چک کردم لوکیشن رو. مدرسه بچه های ما یه جاست. من دوتا بچه دارم. من میتونم بچه ها رو ببرم و برگردونم. فهم کنم خیلی کار میکنی، درسته؟ آره، خیلی سنم شلوغه. وقت به هیچ کاری ندارم. آره، خب خیلی خوبه. تو خیلی جذابی. خیلی. سوال دیگه نداری؟ نه. تو سوالی نداری از من؟ نه. برنامه امشب چیه؟ با بچه هم. منم همینطور. دوست داری که با هم بریم بیرون یه شامی بخوریم، یه موزیکی گوش کنیم، یه ذره ریلکس کنیم، حالا تا بعدش ببینیم چی میشه. Bye.